قرار یه ریاکشن ویدیو یه سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو دو تا فری استایل میخوام هم دیگه ببینیم، یکی از کیارب، یکی از مهراج تهرانی. اولی دیس به فرزان، که فرزان دیس داده بود فدایی، یعنی دیس به اجرای فرزان که مخاطبش فدایی بود. در واقع دیس بک به دیس فرزان. چقدر توضیح میدم مشخص منظور چیه دیگه. که ریاکشن ویدیو به اجرای فرزان هم من لینکش اونجا میذارم که دیس فدایی بود. اجرای دوم دوباره دیس فدایی از مهراج تهران. دو تا پست اینستاگرام یه دقیقه اینستاگرامیان که میخوام جفتشو با هم دیگه تو یه ویدیو ببینیم. لینک جفت پست‌ها رو میذارم توی دیسکریپشن. بجز اون یه سری لینک دیگه هم توی دیسکریپشن هست. لینک صفحه‌های من توی لینک صفحه‌های مجازی من، اینستاگرام، توییتر، پلی لیست اسپاتیفای، پلی لیست سانتول، کانال دوم یوتیوب، پیج توییچ، سرور دیسکورد که اگه دوست داشتید بهشون سر بزنید و پیج منو اونجاها داشته باشید. بجز اون یه سری لینک اشتباه گفتم. بجز اون یه نکته مخفی هم توی ویدیو هست که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه شو بنویسه کامنتش پین میشه. و اگر فورگنگا رو پاچیدید بریم واسه دیدن ویدیوها. بریم. بچه لایو استریم شول استریم که توی اون قراره به موزیکای شما گوش کنیم هم من شنبه ها شروع کردم، قسمت قسمتی نیست. قراره دائم باشه دیگه، اینجوری است که قسمت 1 و 2 واقعا هیچ فرقی با هم دیگه نداره. ولی شروع شد از شنبه هفته پیش، شنبه ها ساعتش هنوز فیکس نشده. چپ و راست داریم میکنیم دیگه. مثلا 8 9 اینا احتمالاً بذاریم این هفته. ولی حالا خلاص آمار داشته باشید. از اجرای کیارب شروع میکنیم که پنجشنبه شب آپلود شده، خورده زودتر آپلود شده. برو بریم. یک شنبه ایتی عروم این بچه کردم. این مزلف چی میگه زبون دار شده یه بگیر تحت تو شما نبود پاس کنه. دیدی وقتش تنور دار شده یه چهار بیت هم مادر عروس چاخ کنه. ببر این ریاکشن رو میدونی برای چیه؟ به خاطر اینکه این حرف رو به خودش هم میتونن برگردونن. این چه تاجی چه تلهی بود گذاشتی و رفتی خودت توش. کیارب یزید تو قربون. میگه زبون دار شده همین قضیه مادر عروسو میگه بگیر تحت تو شما نبود پاس کنه. دیدی وقتش تنور داغ شده یه چهار بیت هم مادر عروس چاخ کنه. ببندن و چاقی نمیرسه بهت که الاغ کت خدا نمیکشه شیهه. شما که تخمای سورنا تو حلقت تخمای حسین جا نمیشه که زشته. حاجی چهار تا تخم میشه خیلیه. چهار تا تخم نمیشه. راست میگه. از هر ریاضی حساب کنی نمیشه، هندسی که حساب کنی جا نمیشه. خیلی بد بود، خیلی زشت و ناراحت کننده بود این حرف. میگه زبون دار شده یه بگیر تحت تو شما نبود پاس کنه. دیدی وقتش تنور داغ شده یه چهار بیت هم مادر عروس چاخ کنه. ببندن و چاقی نمیرسه بهت که الاغ کت خدا نمیکشه شیهه. شما که تخمای سورنا تو حلقت تخمای حسین جا نمیشه که زشته. تو اگه صدقه دادی ما میدیم کفارت و صدا تو نند و سرت چاقی تو بلوانه رو کیری. تو اگه غیری من میشم غلطکی و یه جو میگیرم رود بکنی شلواره رو. نه بابا، با لفظای خودش هم داره ضد حمله میکنه دیگه. لفظایی که خودش استفاده کرده داره برمیگردونه به خودش، لفظ برگردون به اصطلاح میزنه. جالب بود گفتم غیرم و فلان، همون قسمتایی از شعر اسمش چی بود یادم رفت. فرزان که من میگفتم خوب چیز خاصی نیست و میبینی شاه بیت نیست و دقیقا یکیشو اونجا آورد استفاده کرد. این جا نمیشه که زشته. تو اگه صدقه دادی ما میدیم کفارت و صدا تو نند و سرت چاقی تو بلوانه رو کیری. تو اگه غیری من میشم غلطکی و یه جو میگیرم رود بکنی شلواره رو. آجه همسایه‌ها اعتراض میکنن، داره بلند میخونه و فحاشی هم داره میکنه. میدونن دیگه میشستن کیا رپو تو بلوانه رو کیری. تو اگه غیری من میشم غلطکی و یه جو میگیرم رود بکنی شلواره رو. تو حتی نمیتونی فنش باشی چه برسه جاش الانم ریدی تو خودت. این کیه چه قرسته داشت؟ تو بگای خودت تو تشکوهای قومی ولی اون که رو به روته یه پای ورسته داشت. آجی تشکوه کوهای قوم کجا سیاجی؟ من خیلی از آخرین جغرافی که خوندم خیلی بگذره کوه قوم چه کردی؟ یه واسه اینم کوه قوم چیه؟ حاجی دو حالت داره، یا کیارب قومیه قومی الاصله یا جغرافی رشتش جغرافیه مثلا کوه شناسی. کوه قم و کی یادشه؟ کی آقا همچی؟ بایی پشمام چجوری کوه قم رو گفتی؟ خودت حواست نیست نمونه کار ساقیتی به دست بردی بدون خواهی مالی چی؟ دیدی بد شدن با تیم آقلا بورسه با یک کون سفید مهمون جاهلا میشی. راستی چرا دهنت میرسه ده کون؟ حالا که راش با زینم بگی بزا توش حالا پارکی که توشی بکن چرا قونی؟ چون اصلا داری حکمه یه بچه بلاروس. حاجی میگه فهمیدی چی گفت؟ میگه حالا که راش بازه اینم بکن توش. ای لعنت بهت بی تربیت. تو بگای خودت تو تشکوهای قومی ولی اون که رو به روته یه پای ورسته داشت.
خودت حواست نیست نمونه کار ساقی چی به دست آوردی بدون خای مالی چی دیدی بد شدن با تیم عاقلا بورس با یک چون سفید مهمون جاهلا میشی راستی چرا دهنت میرسه به کون حالا که راش با زینم بگی بزا توش همون پارکی که توشی بکن چرا قونی چون اصلا با این حکمه یه بچه بلاروس در مورد بچه بلاروس صحبت کنیم ترک چی میگن فریستال که مشخصه چی بود بریم ببینیم که بلاروس بچه های بلاروس چه شکلی هن براتون رو تصویر میذارم بلا راشن حاجی حاجی بریم بلاروس حاجی سخف خب کلن چی میگن تحقیق و تفحص میدانی کیارب خوبه مثل این که این بلاروس رو من اوکراین و روس و اینا شنیدم بلاروس رو نشته بودم رشته کوهای قم رو نشته بودم عجیبه این نکته سنجی و استفاده از چیزهای چی میگن تحقیق لازم التحقیق خیلی عجیب بود و به نظرم دیسبک کیارب به فرزان از دیس فرزان به فدایی خیلی بهتر بود خیلی بود و نمیدونم حالا دیگه قضیه چی و اینا این قضیه در ادامه چی خواهد شد و اصلا چرا این اتفاق افتاد حالا اتفاقی که افتاده چرایشو کار نداریم و خوبم افتاد اتفاقی که به یعنی پس لرزه یکی از لرزه قوی تر بود چی میگم بریم سراغ اجرای من هی میگم مجهول من به معراج هی میگم مجهول معراج تهرانی دیس به فدایی تنبکه اون دوستمون داره میزنه چه کار عجیبیه عجیب نیست از نظر شما که تنبک آورده شده بیت هم پلیه عجیبه همین این که زنده نوازی تنبک داریم عجیب تره اگر تو بیتش بود تدارک دیده شده واسه فریستایل این چی میگم نمیدونم آمار بزنیم چی بازیه یه واسه جلوه پیچه میاد واسه چی؟ اون یکی سروش نبود آب حاجی این میکروفون استفاده میکردید نه واقعا این که ساز زنده داره نواخته میشه و نمیدونم نه شاید ربطه خواستم میگم سازه باعث میشه آدم نشتن ولی نه صداش خیلی کم و کوتاهه واقعا صدای اون ضربایی که میزنه دقیقا جاهایی که من درست نمیفهمم وکالو حدس میزنم اکثرا یعنی ذهنم حدس میزنه یه سر جاشی نمیتونه حدس بزنه جاگذاری کنه اون حروفی که تلفظ میشه و به خاطر ساز من نمیشنم نبود دوچه دروغ نگو مخفه این روزا همه بستم تو کن در خوشم خیلی میگه شمیه دیگه دیستورت میشه دقت کنه میگه میگه نون چی؟ نون به نرخ روز مده و شما هنوز گشنه روش نبود دوچه دروغ نگو مخفه این روزا همه بستم تو کن در خوشم خیلی میگه نون به نرخ روز مده و شما هنوز گشنه حل پرونده هاشون نه کجا در جمسیده پرونده های کیو میگه پرونده هاشون از کجا به تصدیق خوشگل فدایی از چه پرونده هایی صحبت میکنه از پرونده خودش صحبت میکنه از پرونده از آب و قضیه آبان و اینا صحبت میکنه راجع به اینکه حسین نمیدونم یه هفته رفته زندان و این چیزا هم صحبت کرد احتمالش به یکی این چیزا داره میندازه دیگه ولی یه موضوعی کیارب و معراج با هم دیگه اوکی ان خب اینکه کیارب کسی که فدایی ریس کرده رو ریس کرده معراج الان داره فدایی نیست میکنه این یه مقداری وسط سرگردون میکنه آدم ها خوشگل بندن فداده پاره میکنی وقت موجو میکنی سواری خیلی خوشی از من میریسی اینجا نشتا موجو میکنی سواری هم تیکه که خوش میتونم برگردونم خودش هم تقریبا داره هم کار میکنه حالا فارغ از دلیلش من دلیلش رو توی استوری که گذاشت دیدم خوندم الان واسه تو میخونم ولی نمیشه منکر این قضیه شد که این هم مجسوری حساب میشه دیگه در صورت یهو الان این دیسترک اومد بیرون آره الان بهتون میگم دلیلش چیه ببین یکی توی کامنت به مهراد شهرانی گفته بود که چی مهراد چرا بیفی که بین تو و فدایی نیست وارد میشی هیچ توجیهی به جز اینکه تشنه دیده شدن هستی نداره تو چی؟ تو بیف توپاکو بیگی مگه آیس کیوب اومد وارد چه؟ حالا کاش این مثال رو نمیزدی حالا بیف چیه پسر خوب دهنمون داره سرویس میشه تو کشور داریم ادامه میدیم یارو هرچی دهنش در میاد به نظام و این و اون میگه چون لندنه فردا اینا دوباره قفلی میشن رو رپ
رپ فارسی ما نفهمیدیم پاریس گارسونه یا لندن، ما اینو نفهمیدیم. فردا اینو دوباره قفل میشن رپ فارسی، بعد ما نمیتونیم فعالیت کنیم واسه مترسگی مثل اینا درستش نداداش. ما حقمونو چه اینا چه اونا چه هر جا باشن باید بگیریم. بالاخره ما هم نوندگی کردیم تو موزیک و تو این شرایط ناهنجار. خب کل بحث هم میدونی چه بحث هم زمانه. اگر این ترک بعد از دیگه تابلو شده میومد، نه دیگه تابلو شده، نه آبی قرمز این دیست میومد، اون موقع انتقی بود. این که شاید بگیم برای اون موقع است، ولی این که الان پخش شده خود به خود میری کی پخش شد؟ چهارشنبه شب حسین گفت من قراره دیستک بدم، پنجشنبه صبح فرزان دیست داد به فدایی، پنجشنبه عصر کیارب دیست داد به فرزان، پنجشنبه شب این دیستک اومد بیرون. یه جوریه دیگه، میدونی چی میگم؟ فوش تو اونجا میدیم ما جر میخوام. واقعا صده اون ضربی که داره میزنه نمیذاره، دیستورت میکنه صده. حاجی راجب این که فدایی راجب آبان صحبت میکنه انتقاد کرد. بینه آخه میبینید این حرف در صورتی جایی چی میگن وارده که کاری که فدایی میکنه و راجب اتفاقات آبان تروریستون میکنه غلط باشه. اگر اون کار غلطه این حرف وارده، این تیکه، حالا این شات، این اعتراض، این انتقاد. ولی من بعید میدونم طبق هیچ معیاری کاری که فدایی میکنه اشتباه باشه. عجیب بود این حرف. فوش تو اونجا میدیم و جر میخونیم وطن. دیکنش مشکارین که اومه رو دیگه داشتیش یادم سورا انتقاد تذیر رو پراتیه و بعد تانتی هسترس رو درموشا با باشن لکه من دوتا تخبان تو بازی تو مفاقان آجی پرام وحشی شدی و آجی پرام با سورا به امجه هم مقایسش کرد فدایی و دشمن درجه چی میدونه دشمن خونیش کسی که ببین فدایی من رو دیست کنه یه تیکه وسط به سورا به امجه میدازه ببینی کسی که همیشه هست تو ترک های فدایی یادم سورا انتقاد تذیر رو پراتیه و بعد تانتی هسترس رو درموشا با باشن یکی من دوتا تخبان تو بازی تو مفاقان افتار واسه زدن که لبانش رو سیان خب اینم از فریستایل معراج تهرانی دیس به فدایی و حالا اون سیستم، حالا شخص فدایی نبود، اون جریان ملتفتی ها و جریان کسایی که خارج از ایرانن و به حالا ایران دارن انتقاد میکنن دیگه به وضعیت سیاسی ایران. ببینید این صحبتی که من داشتم راجع به این موضوع فکر میکردم اتفاقا چند وقت پیش، فدایی بعد از ترک آبی قرمزش فکرم سانترول فیلتر شد و دوباره الان از فیلتر فکرم خارج شده. این که ما برای حرف زدن توی رپ، حالا حتی این که مثلا بگیم طرف لندنه داره این کارو میکنه، خب منم دوست دارم اگر اینجا بود، چون منم ترجیح میدادم کسی که داره اعتراض میکنه اینجا باشه و اعتراض کنه، ولی میدونیم همین چیزی ممکن نیست، همون میدونیم. خب و دلیل قانع کننده ای برای اینکه حالا تو که اینجا نیستی نباید اعتراض کنی واقعا وجود نداره به نظر من. یه دلیل توی پس ذهن من همیشه وجود داشته که آقا کسی که توی ایران زندگی نمیکنه از وضع مردم، از چی میگن اون نگاهی که تو اون چیزی که تو چشم مردم میبینیم راه میریم تو خیابون، اون حسرت، اون افسردگی، اون بدبختی، اون نمیدونم دیدی یه سری حس تأسف و ناامیدی تو چشم مردم هست. آره کسی که بین مردم ایران زندگی نمیکنه از اون واقعا نمیتونه بخونه به نظر من، نه که نباید بخونه، خب به نظر من نمیتونه خوب بخونه از اون. ولی این که مثلا حالا چون تو ایران تو اینجا که کسی نمیتونه اعتراض کنه، خب حالا کسی که اونوران هم نباید این کارو کنن، این حرف به نظر من دلیل منطقی نداره. تنها دلیل منطقیش همینجور چیز هست. یادمه گفتم سر ترک
آبی قرمز سانکلود فیلتر شد و رپرهای نوپایی که شاید تازه دارن پا میگیرن یا اصلا غیر نوپا، کسایی که واقعا مهمه واسه شون ویوی که سانکلود دارن، خب چه از نظر پروموشنال چه از نظر درآمدی، خب اینا ضربه وارد میشه بهشون، اینا بهشون به ویوشون لطمه وارد میشه واقعا. خب تنها چیزی که تنها دلیلی که وارده میدونی مثل کفه ترازو میمونه، باید طرفی که این کارو میکنه بسنجه، میدونه یه همچین عواقبی داره دیگه، همون میدونی. خب حالا باید طرف بیاد بسنجه ببینه که خوبیش چیه، بدیش چیه، بدیاش ایناست، خوبیاش چیاست. من بخونم مثلا این اتفاق خوب میفته، این اتفاق بد میفته، نخونم اتفاق خوبه نمیفته، بعد هم نمیفته. میدونی چی میگم؟ این واقعا به عهده آرتیسته به نظر من، و یه مسئولیتی هم اون کامیونیتی، حالا اون مخاطبین، فعالای هیپ هاپ، چی میگن؟ این مسئولیتی اون جامعه گردن طرف داره و طرف حالا گردنه نه، که شاید یه قدمی که برداره تاثیر منفی روی اون جامعه بذاره. خب ولی میگم همه اینا رو به نظر من طرف باید، کسی که میخواد این کار رو کنه بسنجه، یعنی با علم به این اتفاق تصمیم بگیره. در هر صورت به نظر من نمیشه گفت نباید این کارو کرد، ولی آره یه سری دلیل هم وجود داره برای اینکه این کارو نکنن. حالا خلاصه من ترجیح میدادم اون ساز زنده، با اینکه باحال ساز زنده تو بیت بود، توی به صورت زنده نوازی نبود. اگه بود کاش وکال درست‌تر گرفته میشد، من واقعا سخت میشیدم. نمیدونم شاید با گوشی اگه بشنوم کیفیت صدا بهتر بشه، ولی نه بعید میدونم، چون اول شما به گوشی گوشم هیچ متوجه نشد. تو این دو تایی که من دیدم، حالا ربطی به هم نداره که بخوام مقایسه کنم، ولی فیستال کیاراپو من ترجیح میدادم. شات ها چه میدونم، اون بازی با کلمات، در کل بازی با کلمات، چینش کلماتش جالب بود. شما نظرتون رو بنویسید بچه، لینک ویدیوها تو دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتید از اونجاها ببینید ویدیوها رو. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک نظرتون رو یادتون نره بنویسید، فورگنگ یادتون نره، عددم بذار بدم به دیستا که جواب من 6.5 رو قشنگ میدم، به فری استایل معراج من 5.5 میدم. شاید کلماتو میشتیدم من بیشتر میدادم، واقعا یه سری چیزا نمیشتم. حالا خلاصه شما عدداتون رو بنویسید، حالا چه میخواد 10 باشه میخواد 2 باشه فرق نداره، سلیقه ای همه چی. فورگنگ تو کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگر دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، به اون زنگوله بغلش و تا ویدیو بعدی.